و برادران و خواهران، عزیزان، تا وقتی این دو ویژگی وجود دارد، یکی قهر و خشونت و شدت نسبت به کفر و یکی مهر و عشق نسبت به یک دیگر، بدانیم که سنت خداست که فرمود همانند اون دانه رشد می کنید، نهالی برومند می شوید و بر پای خود می ایستید و در حقیقت همه کافران رو به تعجب و غیظ می کشانید. دشمن برنامه های زیادی در پیش داشت و همکنون نیز دارد و در آینده هم خواهد داشت. او که از پا نمی نشیند. قرآن میگه یریدون لیطفئوا نور الله، اراده میکنند. یعنی چه؟ یعنی سرمایه گذاری میکنند، میاندیشند، فکر میکنند، جامعه شناسان و روانشناسانشون رو دعوت میکنند که چگونه به جان این ملت بیفتند، ملتی که در حقیقت به قول وزیر امور خارجه کویت که در آغاز تسخیر لانه جاسوسی گفته بود که آمریکا تا دیروز ساز میزد و همه میرقصیدند، از امروز ایران ساز میزند و آمریکا میرقصد. این سخنی رو که در حقیقت او بیان میکند، نمودار یک حرکت متعالی است که همه قدرتها رو به سمت این نیروی عظیم الهی توجه میدهد، نیرویی که به پا خواست و ثابت کرد که استعداد و ایمان بر ابزار غالبیت دارد. طرح‌ریزی میکنه هرچه از راه‌های مختلف خشونت جلو آمد که صلابت این ملت رو در هم بشکند، نشد. محاصره اقتصادی رو یادتونه؟ محاصره اقتصادی کرد. شما گفتید اگر محاصره اقتصادی بکنی، ما فرزند رمضانیم، از گرسنگی عبایی نداریم. جنگ رو ترتیب داد. جوان قهرمان شما گفت من فرزند محرم و عاشورایم، از شهادت عبایی ندارم. این سخن رو سر دادید همه. او متوجه شد که راه های خشونت کاری از پیش نمیبره. در نتیجه به فکر افتاد که از طریق نیروهای داخلی اون مهر رو در هم بشکند، عشق رو در هم بکوبد، اون الفتی را که مولای متقیان توصیه کرده بود که عامل به پای دارنده ستون فقرات شماست، اون رو بشکند تا در حقیقت این ملت از صلابت و از اقتدار و از پایمردی بیفتد. راه‌های مختلف رو در پیش گرفت. همه با هوشیاری ملت و با آگاهی امام از بین رفت، اما در حقیقت باید گفت در این حال که جمعه و اجتماع و تجمع دین ماست و فلسفه دین ماست و از الفت دم میزند، ولی گهگاه معلوم میشه که در حقیقت اون ایادی داخلی، اون نیروهای وقیح و کثیفی که میکوشن این الفت رو در هم بکوبن، گاهی از اوقات حرکتشون در گوشه مؤثر واقع میافتد. که این بر ملت ماست و بر امت ماست که اجازه ندهد این مهر شکسته شود، این عشق از بین بره. شما همه حلاوت اون عشقی رو که در آغاز انقلاب به یک دیگر داشتیم فراموش نکردید. اون شیرینی زیر دندان همه هست. همه می دانند که در آغاز انقلاب
چه حلاوتی و چه شیرینی مردم با هم داشتن. او سعی کرد یه فرهنگی رو به وجود بیاورد و قهرمانانی رو در این کشور علم کند که پایه‌گذار یک فرهنگی باشن که عرفان توش نیست، عشق درش نیست، مهر درش نیست، شایعه هست، توطئه هست، تهمت هست، افترا هست، بدگویی هست، نسبت به یک دیگر دشنام و ناسزاگویی است. و همه شاهد بودید که اون فرهنگ یه مقداری نزدیک بود گسترش پیدا کنه. فرهنگ منافقین، فرهنگی که کارش تهیه شایعه است، تهمت، و علمداری رو در این فرهنگ به وجود آورد که کارش شکستن کانون مهر و الفت بود. خداوند تفضل کرد، عنایت کرد و در حقیقت با شهادت عزیزانی اون فرهنگ در هم شکسته شد. اما گهگاه مشاهده میشه در گوشه هایی هنوز بقایای اون وجود داره، چون در حقیقت یکی از مسائلی که نقل میکنن پیامبر وقتی وارد مکه شد فرمود علی ابن ابی طالب بت‌ها رو به زمین بزند، یکی از علتهاش رو بعضی از مورخین نقل میکنن این بود که هنوز بقایای بت‌پرستی در جان بعضی ها وجود داشت. سالها در مقابل این بت زانو زده بود، سرخم کرده بود. حالا بگن بت رو به زمین بزن، یه خورده دستش میلرزه. اون مردی رو میخواهد که در مقابل این بت لحظه ای نایستاده است و سر تا پای وجودش مالا مال از کینه و خشم نسبت به بت و بت پرستی و بت گرایی بود، و اون شخص علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کس دیگری نبود. اینجا میبینید در وجود بعضی اون بت شایعه و توطئه و تهمت و افترا با دستیاری منافقین که کارشون جز ایجاد شایعه و پخش تهمت نیست، این گوشه و کنار جهگاهی پیدا میشه. متوجه میشیم بعضی از عناصر آرام آرام باش صحبت میکنی نمیتونه برادرش رو تحمل کنه. چرا برادر؟ چرا عزیز؟ این همین کسیست که تا دیروز دستت رو با او بالا میبردی، فریادت رو در هم میانداختید و به سوی آمریکا، به سوی ابرقدرت ها و به سوی نیروهای دشمن فریاد سر میدادید. چرا امروز همدیگه رو تحمل نمیکنید؟ علتهاش یکیش همینه. بعد به دنبالش میبینید نه اینکه همدیگه رو تحمل نمیکنیم، وقتی من احیانا به یکی انتقاد میکنم یا یکی میاد به من انتقاد میکنه میگه پرورش، تو که وزیر آموزش و پرورش هستی این اشکالات وجود داره، من به جای اینکه بگم خیلی متشکر، اولیش به این دلیل اشتباه شده، دومیش رو باید برم دنبالش اشکال رو برطرف کنم. چشم برادر، متشکرم به من انتقاد کردی، متشکرم در مورد وزارتخانه به من توضیح دادی، امیدوارم بتونم خدمت بکنم. به جای اینکه سپاس بگم میگم نه آقا، من فکر میکنم شما که الان دارید به من انتقاد میکنید هدفتون دولته، چون من یکی از اعضای دولتم. بعد میگم میخوای دولت رو بکوبی؟ دولت که از مجلس متولد شده است، پس تو هدفت کوبیدن مجلسه. بعد میگم هان چون مجلس رو میخوای بکوبی هدفت کوبیدن امام و ولایت فقیه. نه برادرم، به من یه انتقاد کرد، چرا ارتباطش بدم به امام؟ سرتاپای وجود او رو عشق امام گرفته، چرا من او رو متهم کنم؟ انتقاد رو بپذیرم، بگم اشتباه شده، چشم دنبالش رو میگیرم، مسئله تمام میشه. با آغوش باز استقبال کن
بگو عزیزم متشکرم انتقاد کردی، دنبالش هیولا نسازیم، تخیلات رو بال و پر ندیم. او آمده است برادرانه به من انتقاد میکنه، چرا پرورش خودت رو متهم نمی کنی؟ مگر امیرالمومنین نفرمود الا و ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه ذنون عنده؟ فرمود مؤمن و مسلمان کسی است که هر صبح و هر شامی میشینه خودش رو متهم میکنه. مگه در خطبه متقین نفرمود و فی انفسهم متهمون؟ اینا کارشون مؤمنین این است که اول نفس خودشون رو محاکمه میکنن. مگه امام موسی بن جعفر نفرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرتن؟ از ما نیست کسی که در شبان روز یک گوشه ای ننشیند، نیم ساعت، یک ساعت نفس خودش رو محاکمه نکنه، بگه ای نفس سرکش، ای طغیانگر، ای جفاکار، ای دشمن من، ای دشمن خدا، چرا تو نمیپذیری که من کمبود دارم، اشکال دارم، ایراد دارم؟ نفس رو باید اصلاً بدگمان بود بهش. این تعبیر امیرالمومنینه. ما کی به نفسمون بدگمان بودیم؟ باید بدگمان بود، باید نصف نیمه شب بلند شد، باید یه گوشه نشست، در و بست، من بگم پرورش تو خودت رو باید محاکمه کنی، اشکالاتت رو باید بگی. به نفسم باید بدگمان باشم. به تعبیر مولوی زیبا میگه، میگه بندگان خوب علام القیوب در جهان جان جواسیس القلوب. اصلا کار بنده خوب خدا اینه که صبح پشوم در وجود خودش جاسوسی میکنه، در وجودش میگرده ببینه اشکال کجاست، ایراد کجاست. اینو قرآن به ما یاد داده، اسلام به ما یاد داده. چرا ما نمیخوایم خودمون رو متهم کنیم؟ چرا نمیخوایم به نفسمون بدگمان باشیم؟ این شیوه شیطانیست که ما هر اشکالی هست بلافاصله بیاندازیم گردن دیگری. مگه شیطان روزی که هبوط کرد و فرمان خدا رو نبرد نگفت رب به ما اغویتنی، خدایا تو گولم زدی، خودت رو متهم کن شیطان، بگو من اشتباه کردم، من فرمان مولا رو نبردم. اما اون طرف آدم رو میبینید هبوط کرده، اومده بیرون، میگه ربنا ظلمنا انفسنا، آقای من، محبوب من، رب من، من اشتباه کردم، من به خودم ظلم کردم. شیوه شیطانی رو بر نگزینیم، شیوه پدرمون آدم رو برگزینیم، مرتب تو اشکالات بگیم اگر ما اشکال داریم، اگر ما ایراد داریم، ربنا ظلمنا انفسنا. پس اولین چیزی که ما رو به سمت اون الفت میکشاند محاسبه و مراقبه هست، که من پیوسته بر خودم محاسبه داشته باشم که اگر برادری ایراد گرفت، اشکال گرفت، به من گفت تو ضعف داری، تو اشکال داری، تو انتقاد بهت وارده، من قبل از این که او بگه خودم این کار رو کرده باشم، که تا او میگه بگم برادرم من هم با شما هم داستانم، خیلی متشکر، من هم خودم رسیدم که اشکال در منه، من هم رسیدم که ضعف در منه، چشم، من میرم به پیشگاه خدا، ضعفم رو عرضه میکنم، تقاضا میکنم از محبوب بزرگ، از عزیز جهان، از معبودم، از مولایم تقاضا میکنم آقا ضعف من رو برطرف کن، مولا ضعف من رو، اشکال من رو برطرف کن.